سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان گرامی و بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. خیلی خیلی خوشحالم که بازم فرصت کافی نداریم برای تبریک به مناسبت همه پیروزی ها و پیشرفت های خیره کننده مردم و مقاومت ایران. واقعا امیدوارم که همیشه انقدر پیروزی زیاد باشه و جشن و شادی که فرصت حتی برای بیان فهرستوار اونها هم وجود نداشته باشه. به هر حال خسته نباشید میگم به تک تک هموطنان شریف و اشرف نشانی که تظاهرات غرور آفرین حفاظت از اشرف و خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا رو فراتر از همه انتظارات و تصورات برگزار کردن و درود میفرستم به همه هموطنانی در سراسر ایران که در برابر رژیم پلید آخوندی ایستادند و اعتراض کردند و تن به سازش ندادند، به خصوص هموطنان عزیز در تبریز و ارومیه که هنوز هم اعتراضات هفته گذشته شون در رژیم به قول معروف ترکش های خودش رو داره. با ما در پیک شادی این هفته همراه باشید. این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از بلند شدن بوی الرحمن متحد خامنه‌ای در سوریه و تقلاهای عظما برای نجات اسد. ببینید کار به کجا رسید که نمایش خمینی ساخته روز قدس رو هم به روز حمایت از دیکتاتور خونریز سوریه تبدیل کردن. انشاءالله در راهپیمایی شرکت میکنید و حضورتون رو بیشتر پررنگتر از هر سال خواهید کرد، به خصوص اینکه دندان تیز کرده اسرائیل برای کشور برادر سوریه، بعد از این جهت هم انشاءالله ناکام بشود. بله، اینم یکی از ساندیسی های پررنگ که هر سال به عنوان سیاهی لشکر توی این نمایش ایفای نقش میکنه. نمزشوار هم نمیگم نفرت ما بگو نفرت ما ازت میپرسم میگم وظیفه ما چی شد اصلا؟ حضور من و شما در راهپیمایی روز قدس نشانه چیه؟ بگید این حضور من نشانه وحدت، همبستگی مسلمانان و همچنین نفرت ما نسبت به اسرائیل اشغالگر و استکبار جهان است. بریم. حضور من و شما در راهپیمایی روز قدس نشانه چیه؟ نشانه نفرت و انزجار و از همبستگی و بعد با هم بودن. علت این که این روزها مهره های مختلف نظام سنگ سوریه رو به سینه میزنن اینه که گوشی دستشون اومده که توی دومینوی سقوط دیکتاتورها در منطقه بعد از سوریه نوبت سیدعلیه. سبزعلی رضایی توی این برنامه این درد رو بالا میاره. بعد اصل مهمات میدید به مخالفین بشار اسد که اینا پرچم آزادی و دموکراسی داشته باشن. خب این چیه؟ شما از این طرف آزادی و دموکراسی رو سرکوب میکنه، بعد از اون طرف شما میرید پشت سر آزادی خواهان و دموکراسی خواهان به اصطلاح مقابل بشار اسد می ایستید. خب یعنی چی؟ قدرت های منطقه‌ای و بین المللی میخوان اینو مصادره کنن، اینو میخوان به سمت خودشون مصادره کنن و حتی اینو جهت بدن به سمت جمهوری اسلامی، یعنی حتی کم کم اینو بیارن به سمت دقیقاً جمهوری اسلامی. وضعیت قاراش میشه نظام توی سوریه دستمون اومد. حالا یه سری هم بزنیم به جبهه شرق ببینیم توی افغانستان چقدر از نظام استقبال میشه. به همین منظور یک کارشناس افغانی مستقیم به استودیوی خبر تلویزیون آخوندی وصل شده تا به طور زنده از وضعیت نظام در افغانستان گزارش بده. لطفاً به این گفتگوی کارشناسی توجه کنید. ارزیابی شما از نقش کشورهای منطقه در ثبات افغانستان چیه؟ در شرایط کنونی جهان به یک دهکده کوچک تبدیل شده و افغانستان در این دهکده یک خانه کوچک هست. کشورهای همسایه ما هیچ وقت نخواسته و باز هم نمیخواهد از جمله ایران و پاکستان
که در افغانستان دموکراسی وجود داشته باشد، در افغانستان نظام مردم سالار وجود داشته باشد و در نظام حاکم در افغانستان نظام و حاکمیت مردمی وجود داشته باشد. ایران و پاکستان علاقمندی داره که در افغانستان در شرایط کنونی جنگ بی‌ثباتی باشه و اینا در طول 10 سال گذشته و حتی 30 سال گذشته در امورات داخلی افغانستان مداخلات تخریبی داشته. روی این علت کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان نمیتواند سهم داشته باشد. البته آقای فضل الرحمن و ریا، این نظر شماست که دارید مطرح میکنید. البته درباره پاکستان درست میفرمایید، ولی درباره ایران با شما من موافق نیستم. آقای حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان اخیراً به سفری 2 روزه به عربستان رفت. این سفر با چه اهدافی فکر میکنید که صورت گرفته؟ ما در مورد ایران نظر شما را محترم می شماریم، مگر ایران با هیچ کشور همسایه خود مناسبات دوستانه نداشته و نداره و ایران یگانه کشوری است در دنیا که در حالت انزوا و بحران عمیق به سر می برد و ایران در طول 10 سال گذشته. به گفتگوی من بود با آقای فضل الرحمن اوریا، کارشناس مسائل سیاسی در کابل که به صورت زنده و مستقیم از شبکه خبر در حال پخشه. بله، وقتی قطار عظما بیفته توی سرازیری، تلویزیون نظام همینطور از این سوت ها میزن. حالا که شرق و غرب نظام رو ساندویچ کردن، بریم جنوب ببینیم وقتی امیر قطر با احمدی نژاد ملاقات میکنه چه پروتکل هایی رو رعایت میکنه. حالا این پروتکل رو مقایسه کنید با ملاقات همین امیر قطر با رئیس جمهور آمریکا. پای برهنه و دمپایی امیر قطر، اون هم در مقابل رئیس جمهور نظام. به زبان دیپلماتیک یعنی کشکم حسابت نمی کنم. طوری که سایت محسن رضایی هم صداش در اومد و نوشت امیر قطر گویی در یک مکان تفریحی و ییلاقی و برای استراحت و انبساط مزاج آمده بود. البته انزوای نظام فقط در عرصه بین المللی نیست. آش انزوای آخوندها در عرصه داخلی شورتر از این حرف هاست. فقط کافیه که از این شودمشنگ سوال کنید که رابطه گروه های سنی مختلف با آخوندها چطوریه؟ وارد مرسه ابتدایی میشی؟ سلام ها جوان، سلام ها جوان، بچه ها با یه عشقی میدونن دنبالت. سلام ها جوان، برو راه نمایی میشه مرسه نشسته میگه سلام علیکم، برو دبیرستان تا وارد میشی الوف کردن ما را از صبح تا به حالا، برو دانشگاه مارمولک. البته این ادعا کرد که بچه های ابتدایی آخوندها رو تحویل میگیرن. اینم از استقبال یه بچه مدرسه ابتدایی از آخوندهای تلویزیونی. همش آخوند، همش آخوند. همش وقتی میریم که هر روز همشیم یه آخوند، یه آخوند. فکر نکنم یه آخونده دوست نداره انگار. حالا همه انزوای بین المللی و داخلی عظما یه طرف، سگ دعواهای درونی با باند احمدی نژاد یه طرف، خامنه‌ای که همیشه در ملاقات با هیئت دولت قربون صدقه گماشتش رو میرفت، این بار از همون اول زد به تیپ احمدی نژاد و رفقا تا دیگه براش قربون نکنن. در ملاقات‌های متعددی که من با نخبگان و زبدگان کشور دانشگاهی حوزوی در سطوح مختلف دارم، مکرر گله می کنند از شما که اینها نمیان در بین ما، با ما در این زمینه ها صحبت نمی کنند. این اشکال بر شما وارده.
احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، نقاط ضعف خودتون رو هم بیان کنید. اگر چنانچه وعده‌ای به مردم داده بشه و عمل نشه، این مشکلات درست خواهد کرد، نه فقط نسبت به دولت بلکه به نظام. به این ترتیب خامنه‌ای توی این روند با زبون بی زبونی گماشتش رو جلوی دوربین دراز کرد. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی این هموطن پنج طلا جلب میکنیم که از چشمه هایی که میاد معلومه یه روزگاری دستی توی این کارها داشته. یه بابا که هم بزن، کسی نمیتونه با گیدا با که هم همین بزن، یه بابا که هم بزن میخوام بچه ها بابا کرم قربونه درم بابا کرم بیزه دارم ای داری خوبی ندان گرفتار شدم طوفان تغییر در منطقه بدجوری رژیم رو ترسونده. بعد از ابراز وحشت‌های مکرر ولی فقیه و دم و دستگاه دروغ پردازیش، شاهد رسیدن طوفان به نماز جمعه آخوندها هم بودیم که عمامه ها رو حسابی پریشون کرد. این پدیده بیداری اسلامی جداً پدیده بی‌نظیر در تاریخ که یک کشور قیام می‌کنند، رئیس جمهورشون مفتضحانه فرار می‌کنه. حالا بی‌نظیرتر از پدیده بیداری اسلامی این پدیده چرت جمهوری اسلامی است که این روزها بد جور پاره شده. رئیس جمهورها یکی یکی دارن غرق میشن که کارشناسان چک کردن دیدن لباس شناهاشون سوراخ بوده. کشورهای دیگه به صحنه میان، مصر به صحنه میاد، بحرین به صحنه میاد، یمن به صحنه میاد، لیبی به صحنه میاد، سوریه به صحنه، ببخشید صحنه به سوریه میره. اصلا سوریه ربطی به صحنه نداره. اگر صحنه داره خب باید حذف بشه تا تو نماز جمعه بشه پخشش کرد. دو
دو دیکتاتورها دو راه بیشتر ندارند، دیکتاتورهای منطقه. راه اول اینه که از مرکب غرور پیاده شن و بیان همشون دست جمعی سوار مقام عظمای ولایت بشن. البته مشکل این راه حل اینه که خود مقام عظما داره پیاده میشه. ملت ها تشنه خون این دیکتاتورها هستن. جواب خون این دیکتاتورها رو کی میخواد بده؟ همونطور که مقام عظمای ولایت فرمودن، آزمایشگاه خیابون تخت جمشید قرار جواب همه این خونها رو و بقیه آزمایش ها رو بده. راه دومم اینه که مقاومت کنن، در برابر مردم بیستند، مردم را گلوله باران کنن، مثل دیکتاتور لیبی مخالفینش را یه مش معتاد بخانه، مخالفینش را موش صدا کنه و امثال اینها، که این بهترین راه برای همه دیکتاتور هاست. و ما تایر به سرها، ما غر تو کمرها، ببخشید اینو مثل که دفعه قبل گفته بودم، این ورژن جدیدش رو تقدیم حضورتون میکنم، که میگه ما عباب دوش ها، ما بله بله گوش ها، چه رفتیم زیر دوش ها، کجا سوراخ موش ها، بیا آ قربون آ. بله، اون قفسی که با اون قفس فرعون مصر محاکمه شد در انتظار همه دیکتاتورهای منطقه است. حالا در مصر یک قفس بود، در کشور عزیز ما یک باغ وحش کامل رو خواهیم داشت. محمود انتر هست، جنتی موش هست، اون یارو کوسه هست، انواع و اقسام دایناسورها رو ما اینجا در صحنه داریم. بنده هم که خرچنگوار در خدمتتونم و ما همه اینها رو مرهون زحمات امام هستیم. اماما به خاطر تمام چیزهایی که دادی ندادی، دادی پس گرفتی، ندادی بعدن دادی، اصلا ندادی بعدن هم میخوای بدی، بعدن میخوای بدی، بعد پس بگیری، اگه بدی پس میگیری، پس گرفتی، دادی، پس گرفتی، بعدن میخوای بدی، اگه میدادی بعدن پس میگرفتی. خلاصه سرتون رو درد نیارم. و سلام علیکم، احوال آقا چطوریم شما؟ حال شما خوبه؟ سلام برسونید خدمت خانواده. هرچی که چشمانداز سرنگونی دیکتاتوری سوریه نزدیکتر میشه، ترس و گیجی بیشتری هم توی موضع‌گیری های رژیم آخوندی به چشم میخوره، به قول معروف چپندر قیچی تر میشن. از هارت و پورت و دود و دم و حمایت تمام عیارشون از دیکتاتور همپالگیشون در دمشق طبعا این موضع‌گیری ها هست، که خب موضع‌گیری اصلی رژیم هست. نمونش هم از جانب اون بازمانده دوران انقراض دایناسورها، یعنی مکارم شیرازی، در همین برنامه بهش اشاره شد، و خب سایر افرادشون که چنین موضع‌گیری هایی میکنن. اما در مقابل استمرار مقاومت مردم سوریه در برابر دیکتاتوری کثیف این کشور، مواضعی هم دیده میشه در رژیم که در حقیقت دارن یه جایپایی میذارن و یه کمی شل میشن. اون پاسدار سابق و بریده محسن رضایی، همون سبزعلی رضایی، خب دیدیم که یه شکافی باز کرد و در حقیقت یه فضایی گذاشت که خلاصه اگر این رژیم سرنگون شد، که قطعا خواهد شد، مثلا همه تخم مرغ‌ها رو به قول معروف در یک سبد نچیده باشن. اما چون دیدن که قضیه بیخدارتر از این حرف هاست، اون صالحی وزیر خارجه اتمی آخوندی رو هم ول کردن تو تلویزیون، که در میون انبوهی پرت و پلاگویی یه شکاف بیشتری باز کنه. ولی به هر حال موضع اصلی رژیم طبعا نمیتونه چیزی باشه جز دفاع وقیحانه و رذیلانه از دیکتاتور دمشق، که همپیمان و همپالکی آخوندهاست. این موضع گیری ها و در این حال عقب نشینی گام به گام و
جا زدن تحمیلی و تدریجی رژیم صحنه‌های مضحکی رو هم به وجود میاره. بررسی ابعاد بیداری اسلامی در همایشی که به همت فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دکتر ولایتی نیز در این همایش گفت پایه مردم سالاری دینی بازگشت به ارزش‌های اسلامی است و منشأ قیام‌های منطقه بدون تردید انقلاب اسلامی ایران است. این بحث بیداری اسلامی شد، به نظرم جا داره که بحث خماریش هم بشه. الان شما خود وضعیت منطقه رو بسوق، منشأ جمهوری اسلامیه، خود سر اون لولو باز گذاشتن دم اون منشأ دیگه که خود دودو بگیری در نره. البته مسائل منطقه این روزا از یه جنس دیگه ایه که تا حالا تو بازار نبوده، این جنسش قاطی داره، خود گلو رو هم اذیت میکنه. حالا این واسه آتیشی که تو سوریه افتاده، این آتیش نباس بگیره به خود متا، متا خود پول خورده بالا، یه خوره که طرف باد کنه کافیه، قابل جیزه بیلیز میکنه چیکه میکنه حروم میشه دیگه. سیاست خارجی نظام هم این روزا رو چیه؟ رو دود و دمه که ما از دوران طفولیت با همین آقای بشار کار دود رو شروع کردیم، قرار هم گوشیم روزای تعطیل بکشیم. حالا از شانسمون خوردیم به این تعطیلات عید که دیگه 13-14 روز پشت سر هم دیگه پابند قضیه شدیم تا همین الان که دیگه اسیرش. استعداد منم سر داستان سیاست خارجی خود مقام عضوا کشف کرد. یه بار بهم گفت با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. یه وقت فکر کردم گفتم 45 میکشی، 46 میشکنی، 47 نمیزنی، 48 ناراحت. البته خب حق میدم به ایشون که اینجوری باشه. من دیگه توصیه هم به همین سران عملی کشورهای منطقه، اهم از اونایی که مشامی حال میکنن یا پامنقلی هن یا بمبی، اینا اینه که به این اقتدا کنن به مقام عظما. خب این گوش نلبی کشون یا با چای حلی ببرن، خب حله دیگه، دیگه چی میخوان آخه دیگه؟ به جای قند هم میتونن با خورما بخورن چون هم انرژی داره هم هسته. نمیانو در خصوص احوالات بیداری اسلامی در منطقه گفتگو میکنم با دو تن از کارشناسان عرب در دمشق و قاهره، آقای محمد ثروت در قاهره و آقای حسین مرتضی در دمشق. به هر دوی شما سلام میگم. سلام عرض میکنم، بنده حسین مرتضی کاردار محترم سفارت محترم جمهوری محترم اسلامی ایران هستم. محترم، میخواستم یک گزارش دقیقی از وضعیت سوریه بهتون بدم. عرض کنم خدمتتون که سوریه این روزها بسیار بسیار آرامه، بسیار آرام. قبلا یه هرازگاه یه صدای بادی هم میومد، الان دیگه همون هم نیست. یعنی انقدر ثبات هست، انقدر ثبات هست که اصلا قرار جام جهانی تو همین دمشق برگزار بشه. البته گاهن یه سری سرصداهایی میشه ها، البته دعواهای خانوادگیه، تو دنیای عرب رسمه، مثلا خانواده عروس و داماد با هم که دعواشون میشه میان تو خیابون سر صدا میکنن که موضع جمهوری اسلامی هم طرف خانواده داماد یعنی خاندان اسدی. البته الان خانواده عروس و داماد آشتی کردن، الان یه سری اغتشاشگر آشوب طلب از وابستگان جریان انحرافی به سرکردگی رژیم بعثی صهیونیستی استکبار جهانی دارن سوء استفاده میکنن، که البته ما در این توطئه کامل پشت بشار اسد هستیم. حالا پشتش هم نیستیم، ما اون فاصله لازم رو حفظ میکنیم. این دخالت آشکار مردم سوریه در امور داخلی سوریه است که ما اینم محکوم میکنیم. بله بله، همونطور که میبینید پرچم استکبار جهانی رو اینجا آتیش زدن. شاید پرچم جمهوری اسلامیه. بله این محکومیت یه قسمتش پر بشار اسد هم خب میگیره دیگه، که لااقل باید این گوش کنه که ببینه مردم چی میگن، مردم هم باید گوش کنن که ببینن مقام عظما چی میگه. بله همونطور که میبینید به سفارت کشورهای غربی حمله کردن و یکی رو اینجا
دو این که اکبر ماست که بابا بابا نا که تو سفارت‌های غربی چیکار می‌کردی؟ بله بابا پاشو لااقل بهشون بگو سفارت‌های غربی دو تا کوچه پایین‌تره دیگه بابا. بله ما ورود اشتباهی مردم سوریه به سفارت جمهوری اسلامی رو در همین نقطه محکوم می‌کنیم. آچه با کفش اومدی اینجا؟ اینجا نماز میخونم مثل اینکه عجب داستانی داریم. بله داشتم درباره اوضاع آروم سوریه و اون باده صحبت میکردم. در همین مورد من میخواستم بگم که اگر آقای خیلی متشکرم از زحمات دوستان به خاطر تعامل سمبولیکی که با جمهوری اسلامی برقرار کردن. این وضعیتی که شما میبینید نشاندهنده ظرفیت‌های عظیم دیپلماتیک جمهوری اسلامیه. دوستان سوری حالا از این قسمت شروع کردن که شما میبینید در روزهای آینده این باد به صورت رگبارهای پراکنده اقصا نقاط دیپلماتیک بنده رو در می‌نورده. فقط به اون اشکول کراوات قربزم که همینجور داره بربر من رو نگاه میکنه بگید که نوبت بعدی نوبت توه ها. فهمیدید؟ آقای محترم آقا اوضاع آرومه. جواد لطف کنید بگید که اوضاع آرومه. کجایی تو ماهر؟ ای دیگه ما رو نمیخوان، ما رو نمیخوان، بازم دارن میان بیرون. ماهر مقاومت مردم تموم شد؟ تموم نمیشن، تموم نمیشن، نمیدونم دارن از کجا میان. ماهر، ما همه راه ها رو برای سرکوب مردم رفتیم، چیز دیگه ای به نظرت میرسه؟ به نظرم خوبه با احمدی نژاد تماس بگیریم، شاید اون یه راه حلی داشته باشه. احسنت، به خال زدی، تلفن رو بردار بیار. زود باش احمدی نژاد رو برام بگیر. نعم سیدی. الو. ای والله حلبرتو کوچیکتم احمدی. بابا مخلص آقای رئیس، من کار دارم، اگه کار ضروری داری بگو. من امروز مردم اومدن تو میدون پلاکارد دستشون گرفتن که روش نوشته از تو متنفرین، دیگه منو نمیخوان. تو که تجربه داری حالا چیکار باید بکنی؟ ببین عزیز من یکم حوصله کن، وای وای کردن که فایده نداره که. سوار هواپیما شو بیا پیش من. احلن چقدر خوشتیپ شدی امروز. ظرفه بشین ترکم بریم. عجی لاتر عجی باز شو. احلن احلن یا عزما، خدا نظامتون رو حفظ کنه. چی شده بشار چرا انقدر خماری؟ مردم علیه من قیام کردن، دیگه لا یحبوننی، کلی پلاکارت آوردن روش نوشتن ما از تو متنفریم، یعنی لا یحبوننی، وضعیت غیر قابل تحمل. ببین این که خیلی ساده است، شهرها محاصره، آزادی ها مصادره، حکومت نظامی. ببین تو دود و دم و را بنداز، دروغ گفتن هم بگی پایه. احسن مالکنم تیبلا کل نفساده کن. احسن مالکنم دروغ پایه، یعنی اینقدر دروغ بگیم که حرفامونو باور کنن. ها ببین اگر ثبات پیدا نکنیم دیگه ما رو نداری. ها موافقی؟ بزن بریم، بزن بریم. یکی از دوستان گرامی پیک شادی ناصر احمدی با اشاره به بازار مدرک سازی و مدرک فروشی تو رژیم سرتاپا تقلب و آخوندی یک شعر طنزی برامون فرستاده و نوشته که تقدیم به دکاتیر بزرگ کشور دکتر اللهکرم، دکتر محسن رضایی، همین سبزعلی رضایی، دکتر احمدی نژاد، دکتر دانشجو، کامران دانشجو، دکتر رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، دکتر کردان و چند نقطه. بخشی از این شعر رو براتون اجازه بدین که بخونم. خاک ایران یک سر از دکتر پر است، هر که دکتر نیست نانش آجر است. ملک ایران سرزمین دکتران، اینقدر دکتر نباشد در جهان.
هم وزیران هم مدیران دکترند، بیشتر از نصف ایران دکترند. هر که پستی دارد اینجا دکتر است، دیپلم ردی است اما دکتر است. عالمان را خود حدیثی دیگر است، حجت الاسلام دکتر بهتر است. کانال رو عوض نکنین، خوب جای اومدین، همینجاست، جواب مشکلات اینجاست. اونایی که نگران سقوط بشار اسد هستین که بعدش چی میشه، جواب اینجاست. اونایی که از سوت و کور بودن تظاهرات روز قدس ترس براتون داشته، درمون ترستون اینجاست. اونایی که جنگ و دعوای مسئولین نظام و مقام عظمه تو دلتون رو خالی کرده، اینجا دل تو دلتون میذاریم. جواب کلیه مسائل استراتژیکی و تاکتیکی تضمیندار 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته در چهارراه استراتژی. صاحب کمینم ناکس، بزن کنار پیادهشو با هم بریم. تو که همه کیفیت ما رو مصادره کردی برای برنامه خودت ناکس، یک کلمه اسم دکتر بزن به حضور دارنده تصدیق پایه یک بین‌المللی، زننده هد رو کردری که خودش زده، بالابر هیدرولیکی که در مساو با پولاد سرد 150 کیلو دو ضرب و بدون دوپینگ میبره بالای سر هر کم میخواد بیاد آزمایش بکنه رو اصلا کجا آوردی تو؟ اون که مفروضه، ولی ما هم بالاخره یه گوشه از این برنامه رو داریم. آره تو معرفی برو یه گوشه بشین ناکس، همه کارا رو من میکنم، وقت افشو تو بیای. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض کتا، بله میفهمودن که دو نفر رفتن دیوار خراب کنن. شب بود یکی چراغ میگرفت یکی پتک میزد، اولی چراغ گرفت، دومی با هر ضربه یه آجر یه آجر نصف می آورد پایین. بعدش عوض کردن، دومی که خالی بند بود چراغ گرفت، اولی که مرسی هیکل بود پتک زد، با یه ضربه کل دیوار آورد پایین. او وقت اون خالی بنده گفت صفا کردی، اینطوری چراغ میگیرن. آیه دکتر، کسی منکر نقش پتک آسای تو نیست، ولی بالاخره منم یه چراغی دست گرفتم. حتما میدونین که با ارزشترین پول تو دنیا تومنه، چون هم تو توشی هم من. با من پدری کردی. چراغ هم نباشی بالاخره یه شمع پتپتی که هستی برای خودت، ولی میدونی که از تومن مهمتر یمنه که فقط من توشم. آره دکتر، یمن رو که تعیین تکلیف کردیم بریم سوریه. من میدونم که شما آمادگی بررسی هر موضوع و مشکل تاکتیکی و استراتژیکی رو دارین، ولی به خاطر بنبست مقام عظمم که شده، این نورافکن استراتژی و تاکتیک رو بندازیم رو سوریه و مسائل مشکلاتی که سرنگونی برادر بشار اسد و نظام الهی او در سوریه برای نظام الهی ما ایجاد میکنه. بذار بریم، ما که تصدیق بین‌المللی تو جیبمونه. آیه دکتر، این صالحی پا برهنه وارد این بحث مهم شده، شکاف ایجاد کرد تو حمایت از بشار. بازم اسم صالحی اومد دندونام گزگز کرد، هر وقت میبینمش دست به طرف آسمون بلند میکنم، میگم خدایا کیفیت و فدای کمیت نمیکردی، کمتر خلق میکردی ولی آدم خلق میکردی. ولی فقط حرف صالحی نیست آیه دکتر، سبزلی هم حرفش همینه. اینا میگن یه حرفای دو پهلویی بزنیم که فردا که بشار سقوط کرد یه جا پایی داشته باشیم تو سوریه. قلم پات بشکره با این تز دادنت، بعد از کافی جاپا رو عکس مقام عظما و آق محمود و پرچم نظام تو سوریه هست. الان سبزدی رو نگاه نکن که جس میگیره، موقعی که پاسدار بود همیشه از ریش و پشمش آتشقال آویزون بود. میدونی چطوری میتونستی با یه حرکت 50 تا مگس بکشی؟ نخیر آی دکتر، با بیل میزدی تو پوز سبزدی 50 تا مگس میافتادن. آی دکتر فکر کنم خیلی محکم زدین که یه خرمگس هم که خودش باشه افتاد. این پاسدار بود بهتر کار میکرد. معلومه دکتر. اگه گاوم باشی در صورتی که جای مناسب بذارنت کسایی پیدا میشن که تو رو بپرستن. آی دکتر، یه نامه داریم با اسم مستعار جل، جواد لاریجانی، داداش اول علی لاریجانی و سل صادق لاریجانی. بله، گفته این محمولای سلاح که برای سوریه میفرستیم همش تو ترکیه لو میره، بیشتر بذاره نظام تموم میشه این که نفرستیم که خیلی بهتره با این اوضاع احوالی که تو سوریه هست. اولا دش اینا که لو میره از 10 تا 1 کشه، دوم بندش
خب آدم وارد بفرستیم که لو نره. همین وحیدی رو به جای که بذاریم وزیر دفاع که میمون بفرسته آسمون، بذاریم بره دنبال همین کارهای قاچاق. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بذار بهادر از میکتب بله، میفهمودن که پلیس جلوی ماشینا رو گرفت گفت چرا چراغ قرمز زد کردی، مگه ندیدی؟ یارو گفت چرا، چراغو دیدم شما رو ندیدم. روشن شد یا یکی بفرستیم که پلیس رو ببینه برات. آیا دکتر من بحث استراتژیک شما رو فهمیدم ها، ولی این مثال رو نفهمیدم. تو هم که همیشه قسمت سختش رو میفهمی، تو قسمت آسونش گیر پاچ میکنی. یارو شوتر رفت رستوران سطح بالا که از اون غذاهای عجق بجق میفروختن، گفت غذا چی داری؟ ورسوده گفتش که لامبروزی و فورت دوناسیمنتو با لیمو. شوته سرشو خارود گفت عجب اسم سختی بود، گفتی لامبروزو فورت دوناسیمنتو با چی؟ آی دکتر میخواین روشن کنین؟ نه خیر، پس فکری برای چی دستو میبرم بالا وسط برنامه؟ فکر کردم تو هم نوزادی مثلا شیرتو خوردی، حالا میخوام بزنم پشتت آروق بزنی ببرم بخوابونمت. آی دکتر جوابتون منو متعجب کرد، شما سالی و سبزعلی رضایی رو فیتیله پیچ کردین ولی به جول این جواد لاریجانی چیزی نگفتین. خدای نکرده هم بر با شعوری این که نباید کرد. بابا این کجاش با شعور شده تو عمرش؟ جواب تو سربسته میدم. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که شوته سوار تاکسی بود، یکی از مسافرها پیاده شد در رو محکم بست، راننده گفت خر بیشور، یه کمی جلوتر بعدی پیاده شد بازم در رو محکم بست، بازم راننده گفت خر بیشور، نوبت به شوتر رسید، با دقت آهسته در رو بست، دید راننده داره نگاش میکنه. شوتر گفت چیه خر باشور ندیدی؟ روشن شد یا در رو محکمتر ببندم تا برات روشن بشه؟ روشن شد آقای دکتر. آخرین و مهمترین سوال اینه که مقام عظما که راجع به همه چی از جنگ و دعوای مسئولین تا حرفای کشکی آقا محمود مینالن، چرا یه بحث مبسوط راجع به ضربه سنگین به نظام به خاطر وضعیت سوریه نمی کنن؟ آیه مرحوم عبوی همیشه می فهمودن بزن بهادر، عرض می کردم بله، می فهمودن که آدم از دردهای کوچیک میناله ولی وقتی ضربه سنگینه لال میشه. من خودمم اینو توی رینگ بوکس با گوشت و پوست که نه ولی با پک و پوزم احساس کردم. میدونم فهمیدم آیه دکتر بزن بادر، شما به مقام عظما میگی لال؟ من یعنی ایشون نمیتونم حرف بزنه آیه دکتر بزن بادر؟ خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. محسن عزیز شرمندمون کردی با ایمیل پر محبت، خیلی ممنون. دوست گرامی روباب علیپور قطعه طنز اخبارتون به دستمون رسید، تشکر میکنیم. ماتریس 24 نکاتتون رو دریافت کردیم، بخشش که قابل اجرا هستن حتما اجرا میکنیم، در مورد بقیه هم براتون توضیح جداگانه میفرستیم. علی عزیز از آلمان دو سرود و ترانه قشنگی که فرستاده بودی رسید، خیلی ممنونیم. فریبرز، ابوالفضل، حمزه، محمد از آلمان، پاتریس، رضا امیرلطیفی، ناصر گیویان، پروانه محمودی، وحیده، حسن هادی، عمو حسن و دوست گرامی مهناز، مجموع مطالب طنز و کاریکاتورهاتون رسید، خیلی ممنونیم. الی راد تصاویری از تظاهرات سوت و کور روز قدس رژیم برامون فرستاده. دوست گرامی با نام مستعار ایران آزاد از کرج نوشتن که دشمن مام وطن جز شیخ اشکنباره نیست، قلب مظلومان اندر سرنوشتش کاره نیست، کاوه‌ای خواهد که افرازد درفش کاویان، مه سازد یک سر زحاک و جز این چاره نیست. علی آزاد عکس صفحه اول کیهان آخوندی در مورد به اصطلاح شورش اخیر در لندن رو ردیابی کرده و مشخص شده که این عکس مربوط به تظاهراتی در 12 ژانویه 2009 و هیچ ربطی به مسائل اخیر انگلستان نداره. خب اینم یه نمونه دیگه از صداقت فوق تصور آخوندیه. ABC دوست گرامی با نام مستعار ABC نوشتن که این شبکه خبر رژیم انقدر یک دست و یک ریز دروغ میگه که ساعت رو هم نمیشه باش تنظیم کرد. دوست گرامی شیرین از آمریکا تصاویر فرستادن از یک پل عابر پیاده در ایران که به قول معروف یه جورای پل هواییه، یعنی پایه‌هاشو کوتاه درست کردن رو هوا مونده. دوست عزیزم صالح شعر قشنگت رسید. رسول عزیز کاریکاتور قشنگی تحت عنوان کشور گل و بلبل جمهوری اسلامی فرستاده. محمد از استرالیا نکات طنزی که نوشته بودی عالی بود، از برخی از اونها
همین هفته هم استفاده کرد. آماده ای؟ برو بریم. همه بالا ده بود حالا. ما تو مشکلی داری، تو با این فیست میری قوم عجب دلی داری، میشینی یا پی میکنی گریه زاری، شبا هم نمیخوابی تا سبی داری، تو سخنگو واسه هر زری داری، هر کی از راه میرسه بهت میگه دری بری، سه دلی تو مبتلا شدی به یه بیماری، چه داری میمیری و دیگه آخر کاری، بگو آخر تو به چی چیت میناسی، دست آخرت شده داری میبازی، بدو 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 برو دیل بازی تو درازی. حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، هیچ کی از ما نفل شد، حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، هرچی ملا نفل شد، حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، زیر دست با نفل شد، هیکلش را پل شد. عکس از ما رو نگاه کن، زیر کفشای همه دوتا لنگاش رو هوا، تو مایه زیر یه خمه، هی میگه میرم میگنگم با یه لشکر یه تنه، خودشم خوب میدونه اینا همش دود و دمه، والا دوده والا دمه، شریعت مداریه. حالا آخه بلا نشو، بلا بگیری گریگوری، وای خدا نیگا اما مشو، من میخوام بیام بازد، دوست دارم تو بگی زمانشو، اگه داری خفه میشی میمیری، یکی بکشه هوا کشو، تورید و انتصدر ولایت الفقیه، وای خدا ببین زبونشو، عزما میخواد چپ کنه واسه امامش تب کنه، بره منقده امامون جارو مرتب کنه. حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، هیچ کی از ما نفل شد، حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، هرچی ملا نفل شد، حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، زیر دست با نفل شد، هیکلش را پل شد. وقتی اونو توی راه بام میدیدیم، یه چیزی گفت ما به بیشش خندیدیم، ری دی 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 ری دی. حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، هیچ کی از ما نفل شد، حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، هرچی ملا نفل شد، حالا آی نفل شد، آی نفل شد، کی نفل شد، زیر دست با نفل شد، هیکلش را پل شد. گران خام جلوش پاشه اینجا آمده بود، پاشه بیرون آمده بود، جلوش من خود دعوا کرد زد. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان وقت برنامه پیک شادی. تشکر میکنم از همه شما که با ما همراه بودید. آدرس ایمیل برنامه رو خدمتتون یادآوری میکنم، pikeshadi@irantv.com، که منتظر دریافت نکات، نظرات و قطعات طنز شما عزیزان هستیم. همینطور آدرس دیگه‌ای که باید حتما خدمتتون یادآوری بکنم، آدرس فیسبوک هست، فیسبوک پیک شادی با همین نام پیک شادی INTV رو میتونیم بهش مراجعه بکنیم برای دریافت طنزهایی که این هفته از پیک شادی پخش شد و همینطور سایر برنامه های طنز پیک شادی. با تشکر مجدد بابت همراهیتون با پیک شادی این هفته، همه شما رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. شادی رو بگو، نشین و خستگی در کن، همه جا هم